سلامت جا. من حدود یه 3 سالی هست که فکر کنم میخوام بیام این راه رو بدم، ولی تنبلم، هی کارا رو میدازم پشت گوش و این داستانا نمیام. بعد آخرام آماده نشد، آخر به این نتیجه رسیدیم که به جای اینکه بیام همش رو یک جا بگم، چون یه به جای اینکه بیام همش رو خودم یک جا بگم، تیکه تیکه کنیم و تو چند تا ارائه باشه و تو بعضی قسمتاش هم بقیه بچه ها بدم. یه توضیح مختصری قبل از کرونا اسم می یادم رفت، اون دوستمون اومد داد با جنکینز اگر فکر کنم اگر اشتباه نکنم یه توضیح داد و که فقط چجوری میشه سی آی سی دی رو انداخت، ولی ما میخوایم بیشتر توضیح بدیم. موضوع چیه؟ موضوع اینه که میخوام توی عمل اتفاقاتی که واسه خودم پیش اومده و نیازهایی که پیدا کردم و بگم چجوری رفعش کردم، دونه دونه اینا رو بگم، این مشکل بود، نیازمون این بود، و اینجوری برطرفش کردیم، بریم جلو و ببینیم که چی میشه. اگر به کار شما میاد بتونید ازش استفاده کنید. یه موضوع دیگه ای هم که وجود داره این وسط اینه که چند تا قسمت شاید مثل ارائه های دوست خوبمون حامد رامز، آقای رامز اسمش یادم نیست چی، آقای رامز که چند سری اومد با سمون در مورد امنیت من رو توضیح داد، اینجا هم چند تا ارائه میدیم و اگر بگید اگر فلان نیازمندی رو داری که اینجا کارتون رو پوشش میده، ما سعی میکنیم که بیاییم و اونو پوشش بدیم. داستان به چه صورته؟ داستان به این صورته که من اول تو این جلسه بیسیکی میگم و میگم که داکر چیه و تو گیت لب رانر چجوری میتونیم را بندازیم. یه اسکریپت خیلی کوچولو از تو گیت لب سی آی میگم، توضیح میدم که چجوری میتونیم یه سی آی مختصر را بندازیم. توی جلسه بعدی یکی دیگه از دوستان که اسمش یادم نیست دوباره چیه، میاد یه بخشای دیگه ای رو میگه، اون میره سراغ گیت هاب رانر اگر اشتباه نکنم، گیت هاب اکشن ببخشید، اون میره سراغ گیت هاب اکشن و بعدش احتمالا من باز میام یه سری چیزای دیگه ای رو میگم. به چه صورت پیش میره؟ به این صورت پیش میره که من بیسم رو گیت لبه، واسه شرکت هایی که گیتشون رو گیت لب و اونجور داستان ها، و یه ساختار مختصر میگه گیت لب سی آی چجوری کار میکنه. اون دوستمون گیت هاب اکشن رو میگه به چه صورت کار میکنه. تمرکزم تازه داره برمیگرده، یادم میاد که میخوام چیا بگم. بعد از اینکه این بیس ها رو گفتیم گیت هاب اکشن چجوری کار میکنه و گیت لب سی آی چجوری کار میکنه، بعد از اون دیگه اون روش های انجام کاره، مثلا با اینکه یه بیلد ریلیز بگیری و چجوری میتونیم انجامش بدیم. حالا خودتون طبیعتا برنامه نویسید، هم میتونید تو گیت هاب اکشن با تجربه میسی کارا بندازید، هم تو گیت لب سی آی، یا اونجوری که دوست قدیمیمون گفتش توی جنکینز، یا مثلا چه میدونم چجوری ببریم پابلش کنیم توی گوگل پلی، یا اینکه چجوری ریلیز نوتمون رو آپدیت کنیم به صورت اتوماتیک، چجوری نایتلی بیلد بگیریم. اینا مجموعه مختصری از چیزهایی که میخوایم بگیم و حالا یه سری شما هم میگم، یه سری بقیه دوستان، یا حالا هر کس دیگه که خواست اضافه شه. خب میخوام قصه تعریف کنم قبل از اینکه شروع کنم و ارائه رو بگم که چی به چی و چی به چی نیست. قصم هم چجوریه؟ قصم هم اینه که میخوام بگم آقا به چه مشکلی خوردم و برای اینکه این مشکل رو حل کنیم چی کار کردیم. یه چیزی هم این وسط لازمه که بگم، من دیوابس نیستم، این یه کار تخصصی نیروهای دیوابسه. من یه برنامه‌نویس اندرویدم، ولی از اونجایی که تو خیلی از شرکتهایی که رفتیم نیروهای دیوابس تایم کافی نداشتم برای اینکه بیان کارهای ما را بندازن یا مشغول داشتم، و منم نمیخواستم لنگ این بمونم که یه تایمی یه اسپرینتی بیان تسکای ما رو اینجک کنن، خودم رفتم این کار رو انجام دادم. حدس میزنم که علاقه من بود، حدس میزنم که واسه خیلیاتون این داستان پیش بیاد، در نتیجه شاید لازم باشه شما هم این مختصر چیزهایی که من رفتم و یه ذره باش درگیر شدم و بعدم نعمت که دانشم منتقل کنم، به خصوص این که خیلی شده بچه ها دایرک ازم بپرسن. این کار تخصصی دیوابسه و من آماتورم تو این داستان و خیلی حرفایی که میزنم ممکنه اشتباه باشه، ولی کار منو راه انداخته. هدف من اینه چیزی که واسه خودم جواب داده و روش کار خودمو بیام بهتون بگم. فقط هم صرفا این نیستش که بگم این کار رو اینجوری بکنید، روند کارم هم میگم. مثلا یه قسمتیش واسه آپدیت کردن ریلیز نوت، من لازمه بیام بلوی کاری که با گیت
انجام میدیم رو بهتون توضیح بدم. من مثلا مرجل کوستامو اینجوری میزنم، کامیتامون اینجوری میزنیم که بتونیم ریلیز نوتمون رو به صورت اتوماتیک با سی آی مثلا داشته باشیم، آپدیتش کنیم بهتر بگم. خب قصه هم میخوام تعریف کنم. قصه چیه؟ اینه که من وارد یه شرکتی شدم، این شرکت کلی پروژه های مختلف داشت و این پروژه های مختلفی که داشت لازم بودش که اینا تو بازه های زمانی کوتاه مدت آپدیت بشن. یه بیسیک داشت، از اینا فورک های مختلف میگرفتن و هر کدوم از اینا وقتی که اون بیس آپدیت میشد بعد میرفتن جدا جدا آپدیت میشدن. من رفتم بورد جیرامون رو باز کردم، دیدم که آپدیت فلان آپدیت فلان آپدیت فلان آپدیت فلان واسه چه نسخه، واسه مثلا سه تا نسخه قبل‌تر ما الان بعد از اون سه تا نسخه دادیم هیچ کدوم از اینا آپدیت نشده. بعد گفتن که بهداد بشین اینا رو آپدیت کن. این مشخص بود که یک فرایند بزرگی از کار اسپرینت های هفتگی یا دو هفتگی یا ماهیانه بچه ها بود و اینکه ما بخوایم هدر بدیم سر یه کار روتین تکراری کار اشتباهی بود. جدا از این مثلا یه چیزهای دیگه هم داشتیم که اشتباه بود. ما نسخه میدادیم یادمون میرفت تگ بزنیم، بعد مثلا یه کرشی میمد روی نسخه، نمیدونستیم این نسخه از کدوم کامیته گیتمون بوده، دنبال این بودیم که این مشکل رو حل کنیم. یعنی اون فرایند دستی که داشتیم یه چیزی توش میس میشه، وقتی این فرایند دستی میس بشه امکان خطا وجود داره، یعنی خطا پیش اومده دیگه. در نتیجه من دنبال این بودم که فرایندها رو یه جوری پیش ببرم که کار دستی توش نباشه، یا اگر توش هست امکان خطا رو به حداقل برسونه، تو مجبور بشی یه کاری بکنی که اون چیزهایی که میخوای میس کنی از بین نره. حالا ممکنه مثل نگه داشتن فایل مپینگ پروگارد باشه، ممکنه مثل تگ زدن ورژن باشه که از کدوم نسخه زدی، ممکنه مثل اینکه ورژنتو درست آپدیت کنی باشه، ممکنه مثل اینکه ریلیز نوتتو بنویسی باشه. تمام این فرایندهایی که تو روند توسعه برنامه ما من یه میس میکردم، خودم هم میس میکردم، فکر نکنم کسی دیگه، دنبال این بودم که راهی واسش پیدا کنم که مجبور بشم انجامش بدم و میس نشه، یا به صورت اتوماتیک انجام شه تا خطای انسانی توش وجود نداشته باشه. راهی که اون موقع به ذهنم رسید و دنبالش بودم که انجام بدم استفاده از CI/CD بود. من میخوام یه نسخه بدم، یه دکمه رو بزنم، این بره کل فرایند ریلیز من و آپدیتم تو پلی استور اینا رو انجام بده، اون مپینگ هایی که لازمه رو حالا پلی استور هم نبود، ممکنه یه لایبرری باشه که لازم باشه مثلا تو جی سنتر بره، جی سنتر که الان تعطیل شد، یا هر چیز دیگه، جی سنتر تعطیل نشد، وینتری تعطیل شد، یا ممکنه چم پابلش کردن یه چیزی تو تلگرام باشه، یا ممکنه ذخیره کردن یه چیزی توی جای دیگه باشه. همه اینا رو سعی کردیم که اتوماتیک بکنیم تا این خطا کاهش پیدا کنه. قسم همچنان ادامه میدم. اومدیم و زدیم و اولین مرحله چی بود؟ اینکه بتونیم یه APK مون رو بسازیم. APK مون رو ساختیم، یعنی 20 دقیقه داره طول میکشه. این 20 دقیقه طول کشیدن چی بود؟ حالا برید یه ذره سرچ بکنید نوشته، مثلا میاد استیکه اندروید دانلود، یه دونه داکر ایمیج برمیداره، استیکه اندروید رو توش نصب میکنه، اون بیل تولزا اینا که مورد نیازه نصب میکنه، کش گرادل رو برمیداره، میاد اون گرادل دانلود، کشش که نگرادل دانلود میکنه، مثلا کش میکنه، همه اینا که تموم شد بعد آخرش میتونه یه APK بسازه. این یه فرآیند فاجعه باریه، تازه نه رو سیستم لوکاله مثلا خونه من که اینترنتش ممکنه خراب باشه، روی یه VPS توی یه دیتا سنتری که سرعت اینترنتش هم خوبه. بعد خب چیزی که به ذهنت میرسه، آقا اینجا دوباره داری یک فرایندهایی یا هر بار به صورت تکراری انجام میدی، مثلا استیکه اندروید رو هر بار داری دانلود میکنی و نصبش میکنی، JDK جاوا رو داری هر دفعه دانلود میکنی و نصبش میکنی، فایل گرادل تو به جای اینکه کش کنی هر دفعه داری دانلودش میکنی. آیا ما راهی داریم برای این که لازم نباشه هر بار اینها رو دانلود کنیم؟ یکی از جواباش اینه که یه بار اینا رو نصب کنی، بعد این نصب شده یا آماده رو بیای روش اپتو بیلد بگیری، که این موضوع ارائه امروز ما. حالا بگم این طول کشیدن مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که ما یه فرایندهای دیگه ای هم داریم برای این پروسه CI/CD. مثلا تو به ازای هر کامیت یا هر مرج ریکوستی که میزنی یه سری چیزها رو چک میکنی، وقتی کدت پوش میشه میره بالا یه سری موارد چک میشه، بعد فقط هم تو نیستی، مثلا تیم های دیگه ای هم هستن که این فرایندها رو دارن.
میبینی توی اون لیست جاب هایی که داره تو سی آی انجام میشه مثلا 50 تا جاب واسه تیم های مختلف که شاید 10 تاش مال تو باشه. به عنوان مثال ریسورس هایی که ما داریم نامحدود نیست که اوکی بگیم یه وی پی اس به ازای هر کدوم از اینا، یه رانر به ازای هر کدوم از اینا برن این جابا رو انجام بدن. محدود مثلا 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا رانر بیشتر نداریم و تو نمیتونی پند کنی هر رانر برای اینکه کارتو رو انجام بده. بعد تا حد ممکن سعی کنی که جاباتو کمتر بکنی که کل این پروسه شما بیشتر طول بکشه. حالا علاوه بر اون مثلا ما استاتیک آنالایز داریم، تست داریم، بیلد داریم، چه میدونم یه سری چک های دیگه داریم که این وسط انجام میشه و همه اینها هر کدوم اگه قرار باشه به عنوان مثلا 15 دقیقه 20 دقیقه زمان برای فاجعه میشه. میبینید در آینده که هر کدوم از اینا سعی میکنیم بیان ارائه بدیم. خب پس الان ایشویی که میخوام امروز بگم چیه؟ جاب های ما هر کدوم 20 دقیقه طول میکشید. من دنبال این بودم که اینو به حداقل برسونم با حذف کردن کارهای تکراری مثل دانلود استیکی، مثل دانلود بیل تولز و نمیدونم چی گردل و اینجور داستان ها. راحت چیه؟ اینها رو یه جایی نصب کنم و داشته باشم. هر دفعه که میخوام بیل بگیرم اون چیزی که نصب کردم بیام توش و فقط پروژم رو کلون بگیرم، یه پول بگیرم و بیلدش کنم. توی CI/CD چجوری این کارها انجام میشه؟ اصلا بگم حالا این کنار داشته باشید، بگم که CI/CD و GitLab CI، Circle CI، GitHub Action رو احتمالاً حالا یه کنار با احتیاط میگم و Jenkins، این تولز های و یه سری دیگه هم هست که اسمش شدن میاد. این تولز های مختلفی که ما داریم چجوری کار میکنم من یه دقیقه چک کنم ببینم آیا بچه ها چیزی گفتن این وسط که قطع شدم یا نه. نه اگر خوب باشه یه شست بهم بده. اینا چجوری کار میکنن؟ اینها میان یه رانری و دارم در مورد گیتلب سیار سوال کنم، یه رانری و یه جا رجیستر میکنن. یعنی در واقع چی؟ شما یه وی پی اس داری، یه لینوکس داری، این میتونه یه ماشین مجازی باشه توی دیتا سنتر. من معمولا اینجوری کار میکنم. میتونه کامپیوتر خودتون باشه که پیشنهاد نمیدم، میتونه مثلا چنم یه سروری باشه که روش یه سری وی پی اس توی یه گوشه یه شرکتتون که یه سری جایی که من کار میکردم اینجوری بوده، یا توی یه دیتا سنتر یا هر جای دیگه. یه لینوکسی داریم که روی این میایم رانر گیتلب سی آی رو نصب میکنیم. رانر گیتلب سی آی که نصب بکنید چه اتفاقی میفته؟ هر بار که شما بهش میگید که برو واسه من یک جابی رو ران کن، میاد یه ایمیج داکر هم جلوتر میگم چیه پول میکنه. این میتونه همون چیزی باشه که بهتون گفتم استیکی رو روش نصب میکنید، بیل توز رو روش نصب میکنید و گرده نصب میکنید، اونو پول میکنه. بعد از اینکه پول کرد آماده شد، میاد اون کامند شما، اون اسکریپت شما که بهش میگی این کار رو بکن رو اجرا کن. یعنی مثلا ما میمون مثل چی مونه گرید W مثلا اسمبلی با اون رو اجرا میکنه و واسهش تعریف میکنه یک سری خروجی ها بده. یه بار تکرار میکنم، گیتلب رانر چیکار میکنه؟ یه داکر برای ما میاره، روش یه رانر پول میکنه اجرا میکنه و بعد کامند ما رو اجرا میکنه. داکر چیه این مثلا؟ داکر خودش یه ماشین مجازی دیگه است مثل وی ام ویر، ولی خیلی سبکتر از وی ام ویر که میتونه توی لینوکس های مختلف، توی او اس های مختلف از ویندوز بگیر تا مک تا لینوکس اجرا شه. یعنی چی؟ یعنی ما یه لینوکسی داریم روش یه داکر نصب می‌کنیم، داکر به ما اجازه میده که یه ماشین مجازی سبک‌تر با ریسورس های محدودتر اونجا داشته باشیم. من کاری به خوبی های داکر ندارم، داکر بسیار چیز خوب و راه دست و خوشگل و مامانیه و کار کردن باهاش خیلی لذت بخش و دوست داشتنیه، ولی اینکه چرا دوست داشتنیه چرا نیست این چیزا رو من میذارم کنار، بهش کاری ندارم. گیتلب رانر این اجازه رو به ما میده که با داکر بریم کارهامون رو بکنیم. اون ماشینی که گفتم استیکی اینا رو توش دانلود می‌کنم، قبل نصب می‌کنم، به ما اجازه میده که با داکر این کار رو بکنیم. پس من کاری به خوبیای داکر ندارم، چون گیتلب رانر به من اجازه میده که این کار رو به سادگی انجام بدم. میرم میبینم که چجوری میتونم یه داکر بسازم. امیدوارم که تمرکزم زیاد از دست نرفته باشه و درست تونسته باشم توضیح بدم که چی میخوام بگم. خب خودم رو زیاد خوشگل کوچیک میکنم، خوشگلی همو کمتر ببینید. بریم اینجا ببین، شما برای اینکه یه داکر ایمیج بسازید، یه داکر ایمیج میسازیم
میدیمش به داکر و میگیم که این رو برو اون APK ما رو بساز. برای اینکه داکر ایمیج بسازیم اینجوریه. این یه ریپو منه، اینا رو لینکشو میذارم، این کاری که من روش کردم. حتی این ردمیانش قدیمیه، حالا شاید آپدیتش کنم. داستان چیه؟ داستان اینه که اینو لینکشو میذارم برید ببینید. ما یه داکر فایل میسازیم و میریم به داکر میگیم که از روی این داکر فایل برای ما یه داکر ایمیج بساز که بعدا بتونم ببرم اونجا ازش استفاده کنم. ببینیم خط به خط این داکر فایل چیه. خوبی داکر اینه که مثلا اصطلاحی که به کار میبرم شاید اشتباه باشه ها، من میگم دیوابس نیستم، سعی میکنم خیلی ساده توضیح بدم، ساده هم نه، خیلی عامیانه توضیح بدم تا بفهمیم چه خبره. میتونه ارث بری کنه. اینجا اولش من گفتم واسه من یه اوبونتو 21.04 بیار. این داکر ایمیج، این خودش یه داکر ایمیج دیگه ای که آماده هست رو بر میداره و این کارهایی که من بهش گفتم پایین رو انجام میده. شما میتونی جای اوبونتو هر چیز دیگه که میخوای رو برداری. اوبونتو حتی شاید ایمیج خوبی نباشه چون سنگینه. یعنی من یه لینوکس کامل 21.04 رو برمیدارم میارم روش این کارا رو میکنم. تو شاید لازم بهتر باشه که یه لینوکس خیلی مینیمالتر و کوچیکتر برداری که مثلا اون وی پی اسی که میخواد بسات بیلد بگیره ریسورس زیادی مصرف نکنه. ولی از اونجا که من بلد نیستم و خودم این کارا کردم و دیوآپس این کار نکرده، دوست داشتم با حداقل هزینه خودم برم، یه اوبونتو 21.04 که سیستم عادیه که هر روز باش کار میکنم و برداشتم و روش چیزهای مختلف رو نصب کردم. این پس چی؟ ما یه اوبونتو 21.04 برمیداریم و میریم پایین تر، انگار از یه اوبونتو 21.04 ارث بری میکنیم و کارهایی که دستی میخواییم روش انجام بدیم و میریم. مینتینرش من هم گفتم آقا من این دون دارم میسازم، اگر خواستید بیم ایمیل بزنید بگید فلان جاش باگ داره اونجور داستان ها. یه سری آرگومان باستش تعریف میکنم. مثلا من هر بار که بخوام ورژن گردلم آپدیت کنم میام یه کامیت میزنم، این رو میبرم این نسخه جدید گریدل. تلفظ گریدل یا گردل هم نمیدونم چیه، حالا اگر من بی سوادم خودتون از این سیتی ها زیاد میگم. اینجا هست نسخه های مختلفش که آپدیت میشه، میتونید برید تو سایتش. کافیه که این جوریه که من تعریف کردم ها، یعنی میتونید شما ممکنه برید این داکر ایمیجی که میسازید به شکل دیگه بسازید. نسخه که لازم ازش استفاده کنم و برمیدارم و اینجا میذارم. خب استپ بعدی چیه؟ آرگومان SDK Tools Android رو گذاشتم. SDK Tools Android رو میرید تو سایتش، قسمت دانلود، اینجا که میخوای SDK رو دانلود کنی این کامند لاین تولز اینه. هر بار که SDK Tools آپدیت شه این نسخه میره بالاتر، این نسخه رو از اینجا کپی میکنی اینجا میذاری و اون نسخه که بهش میگی رو دانلود میکنه بهت میده. این یادم نیست واسه چی اضافهش کردم و نمیدونم هم هست چه یا هست نشه خراب میکنه، ولی فکر کنم لازم بود باشه که من مثلا یه چیزی رو نیام دستی بهش بزنم. داستان چه؟ داستان اینکه شما وقتی که ترمینالتو باز میکنید یه چیزی هم بگم این وسط، این داکری که من دارم باش کار میکنم و داکری ایمیجی که میسازم همه چیز بر اساس لینوکسه، بر پایه لینوکسه و اوبونتویی که من باش عادت دارم کار میکنم. نمیدونم تو ویندوز میشه یا نه، نمیدونم تو مک میشه یا نه، احتمالا خیلی بخشاش رو میشه اونجور داستان ها. و بیسیک من روی لینوکس. پیشنهادم میدم بهتون که اگر روی ویندوز دارید دیولپ میکنید بیاید روی لینوکس یا مک دیولپ کنید. واقعا نمیدونم اون دیولپر های ویندوز چجوری دارن کار میکنن. من اینجا اگر میخوام یه برنامه ای نصب کنم، مثلا میزنم بذارید بزرگش کنم، مثلا میزنم sudo apt install مثلا که یه چیز دیگه که نصب نکردم، مثلا اینو میزنم پسوردمو که ازم میپرسه کنم اشتباه میدم، میگم ببین لایو کد نزنید هیچ وقت، ازم یه بله یا خیر میپرسه. خب یعنی چی؟ یعنی شما و زمانی که یه لینوکس دارید باید یه سری کارهایی بکنید که بهش بگید آره بگید نه و اینجور داستان ها. این نان انتراکتیو فکر کنم کلا میره روی این پاس که آقا ازت سوال نپرسه، اونجا هر چیزی که داری بهش میگی مثلا قبلش انجام بده.
حتی ما اینجا کامنت هایی داریم، مثل ده آپشن هایی داریم، مثل داش فایل اینجوری داستانه که انگلیسی نگیره، ولی فکر کنم این نان اینتراکتیو واسه یه جای دیگه بود که ارور میداد و سرچ کردم اینجوری حلش کردم. این الان نمیدونم چی کار میکنه، احتمالاً واسه یه همچین چیزی یه سری آرگومان تعریف کردم، یه سری انوایرمنت تعریف کردم، گفتم که آقا من اندروید و این SDK اندروید رو میخوام توی این آدرس نصب کنم /android/linux. هنوز هیچ کار خاصی نکردم، دارم یه سری متغیر تعریف میکنم. پت هم آپدیت کردم. پت چیه؟ داره میگه، حالا نمیدونم چقدر با لینوکس آشنا، میگه همون پت قبلی که داری داشته باش، علاوه بر اون این اندروید هومی که اینجا تعریف کردم اینها، بیا این برنامه ها یا این باینری هایی که توی اندروید هوم /tools هست رو هم، اون رو هم به عنوان یه سری چیزهایی که میتونی باش کار کنی داشته باش. این به ما قابلیت اینه که میگه که با وقتی که SDK رو توی این آدرس نصب کردیم بتونی مثلا با ADB کار کنیم یا چیزهایی که اینجاست. مثلا توی لینوکس خود من SDK هم تو OPTS دقیقا اینجاست. خب من الان از اینجا یه LS بگیرم، به من این اجازه رو میده که برنامه ها، این آبیا، چیزهایی که اینجا نصب هست رو، باینری که اینجا نصب هست رو بتونه لینوکس واسه من بشناسه، بتونم با کامنداش برداره. و دوباره یه دو نقطه داره، چیزی که توی دایرکتوری گردل نصب میشه رو هم /bin، این ورژنش هم هست، اینو میاره اینجا میذاره. این هم هست، این باینری هم که اینجا هست به عنوان یه برنامه نصب شده رو لینوکس بشناس و اجازه بده من باش کار کنم. پتمون هم پس اینجوری آپدیت میکنیم. کامند بعدی چیه؟ ران فلان داره. وقتی که یه ران اینجوری بهش میدیم، میاد اینا رو به عنوان یه کامند لینوکسی واسه ما اجرا میکنه. یعنی میگه چی؟ این بک سلش ها هم بسنه که چند خطه، بره خطای پایین تر. میگه اپگرید آپدیت، آپدیتش کن لینوکس منو، آپگریدش کن لینوکس منو. و میگه گیت JQ دبلیو گیت آنزیپ کرل زیپ اوپن جی دی کی 11 نصب کن. بعدم آخرش یه اپدیت کلین میزنه که این فایلایی که دانلود کرده و نصب کرده رو، فایلای دانلودیشو پاک کنه که حجم این ایمیج ما نره بالاتر. من نمیدونم چرا، ولی خب اینا رو هر کدومش میشه توی یه کامند جدا زد، ولی مثل اینکه یه دلایلی داره. از دیوآپسی احتمالا میدونن که هر چقدر شما کامند های ران اینجوری بزنید، لایه های داکرتون کمتر میشه و مثلا حجمش کمتر میشه و اینجور داستانا میره واسه خودش یه سری هش رو اینجور. این کاری نداریم، باید جزئیاتش نمیشیم. بعد از اینکه این اجرا شد، من یه لینوکس 21.04 دارم که آپدیت شده، ببخشید یه آپگرید شده، یعنی اون چیزایی که روش نصب شده با آخرین نسخه آپدیت شده، اینها هم روش نصب شده. JDK 11 رو برای این نصب کردم، توی همین هفته متوجه شدم که گردل 7.2 با دیگه 8 کار نمیکنه. بعد 18 رو نصب کردم، آخرش هم بود که JDK نمیدونم 19 بود 18 بود، اونو نصب کردم دیدم با یه چیزی دیگه کامپتیبل نیست. خلاصه هی دونه دونه اومدم پایین، با 11 اوکی شد. الان 11 هم با گریدل 7.2 اوکیه، هم با یه سری از جاب های دیگه ای که جلوتر بهش میرسیم. در این من فعلا 11 رو نصب کردم. خب کامند بعدی که اجرا میکنیم چیه؟ این wget یه برنامه ایه که میره با سه ما یه فایلی از اینترنت دانلود میکنه، بهش میگم فایل خروجیت اینجاست، یعنی دانلود که کردی اینجا ذخیره کن. تو کجا؟ گریدل ورژن بالا .c. لینک دانلودم چیه؟ اینه، میرم از سایت گریدل، این گریدل ورژن، این فایل رو دانلود کن که اینجاست. یعنی شما اگر بیای این رو دانلود کنی، باینری آنلی، این کامپله، این همون لینکی که اونجا گذاشتم و دارم ازش استفاده میکنم، این لینک مونه، اینو دانلودش کن. استپ بعدی چیه؟ میگه برای من یه اینا کامند های لینوکسیه، میگه برای من یه دایرکتوری اینجا بساز /opt/gradle. بعد از اینکه دانلود کرد اینجا، پس دانلودش میکنه. من فیلم هم استاپ شد، یه لحظه صبر کنید دوباره برم بزنم فیلم استارت شه که قیافه خوشگلمو بعدم اورکه میخوام پابلیشش کنم اون برداشته بشه. یه لحظه صبر کنید. خب ادامه میدیم.
تا کجا رفته بودیم؟ تو اینجا ما گریدل رو دانلود کردیم، یه دایرکتوری اینجا ساختیم و میخواییم اینجا گریدل رو نصب کنیم. نصبش کار خاصی نیست، بعد فقط این زیپی که دانلود کردی رو آنزیپ کنیم. با این دستور میایم آنزیپ میکنیم، میگیم این فایلی که اینجا دانلود کردم و گذاشتمش اینجا، آنزیپش کن توی این دایرکتوری داشتی. استپ بعدی میگه این زیپر رو دیگه پاکش کن که دوباره حجم منو زیاد نکنه. بعد از نصب گریدل میریم سراغ نصب اسکی اندروید. میگه که یه دایرکتوری بساز توی همین آدرسی که بالاتر بهش دادیم. این فایل رو دانلود کن، این فایل رو ببخش، این فایل رو دانلود کن، این همون ورژن است که اونجا گفته بودیم. این فایل رو دانلود کن و بندازش، اسمش رو اینجا با این اس دانلود کن و ذخیرش کن. دوباره این رو هم آنزیپش کنیم، نصبش میکنه، چیز خاصی نداره. زیپ این رو هم پاک کن که جای زیادی نگیره. یه پوشه بساز به اسم .android و یه فایل، این فایل رو اونجا بساز. اینم لازمه واسه یه، نمیدونم چی لازمه، یادم نیست موقع که ساخته بودم یه ایرور این وسط ها میده، فکر کنم لازمه که اینو بسازی، حتی یادم هم نیست مشکل رو حل کرد حل نکرد. اینم حالا میگیم اونجا بسازه. یه چیزی هم بگم، من یه سری از اینا خودم رفتم در آوردم، یه سری دیگه‌شو رفتم دیدم بقیه چیکار کردن، اومدم کپی کردم اونجوری داستان‌ها. من چه انتظاری نداشتم که من همه اینا رو بلد باشم، یه کپی پیس ساده است. حالا ما الان تا اینجا چی داریم؟ گریدل دانلود تا اینجا یه لینوکس آپدیت شده داریم که روش گیت و دبلیو گیت و آنزیپ و کرل و نمیدونم جاوا روش نصبه. جاوا مهمه واسمون و گیت. یه دونه گریدر روش نصبه، یه SDK اندروید نصبه. علاوه بر اینا ما دیگه چی لازم داریم نصب کنیم؟ علاوه بر اینها ما لازمه بیلد تولز هامون رو هم نصب کنیم. اینترنت چه کنده؟ امروز هم بارون اومد، هرچی هم من اینترنت دارم بی سیمه. خلاصه این که ما رو شرف یاب کرد. ما لازم داریم که SDK های اندرویدمون هم نصب کنیم، بیلد تولز هامون هم نصب کنیم. منظورم چیه؟ این هاست. شما وقتی که یه اندروید است، من الان میترسم اندروید استادیوم باز کنم چون OBS دارم، یه وقتی دیدی که CPU's جم رفت بالا و اینو از کار افتاد. موقعی که میری تو SDK منیجر اون تیکا رو میزنی برات دانلود میشه، سه تا تب داره، تب اول و دوم هر کدومش یه چیز داره، مثل NDK اونجاست، مثل بیل تولزا اونجاست، مثل سینیک اونجاست و اینجور داستان ها. اینا اوناست، اونا هم باید نصب شه که ما بتونیم بیلد بگیریم دیگه. من برای اینکه این پروژه کوچیک خودمو بتونم بیلد بگیرم، نیاز دارم که بیلد تولز C++ رو نصب کنم، اندروید C رو روش نصب کنم، پلتفرم تولز و پلتفرم اندروید C رو روش نصب کنم، پلتفرم تولز رو هم لازمه که نصب کنم. این سه تا باید نصب شه. بعد از اینکه اینا رو نصب کردی، شما میای این همون SDK منیجری که واسه شما باز میشه اون تیکا رو میزنی، میای SDK منیجر رو باز میکنی، این اندروید هوم همینیه که اینجا نصبش کردی، میای SDK منیجر رو باز میکنی به صورت کامند لاینی. میگی چی؟ میگی که اول خودتو آپدیت کن. اون یه ذره گیت شدم، باتی کردم. این فکر کنم اون لایسنس اکسپتشه که باید بری اون دایره اکسپت رو بزنی، چون دیگه SDK منیجر برنامه آزاد نیست که بتونی نصبش کنی. باید بری اکسپت کنی، اون رفرشی که میکنه خودش رو آپدیت میکنه که بفهمه چه چیزهایی رو میتونه دانلود کنه. این برای اونه، یه سمبش میدیم واسه این لایسنسه. بعد از اینکه این کار کردیم، این فایل package.txt که اینجا هست توی کنار همین فایل داکر فایلمونه اینجاست، میاد این رو میبره اونجایی که داره این داکر فایل ما ساخته میشه، میبره اونجا، میگه خط به خط بخونش و اون چیزهایی که اونجا هست رو، این فایل package.txt، خط به خط اون چیزهایی که اونجا هست رو بده به SDK منیجر و واسط نصب کنه. حالا من نمیدونم اینو داره چیکار میکنه، بهش هم کار نمیکنه، ولی یه وایل داره خط به خط میخونه، میده به SDK منیجر و نصبش میکنه. نتیجه این چیه؟ این سه تا خطی که انداختیم تو package.txt هم توی این داکر ایمیج ما ساخته میشه. تموم که شد ما
یه دونه داکر ایمیج داریم که همه اینا روش نصبه و آماده است که پروژه کوچیک من رو بیلد بگیره. دیگه میتونم با این با کمک این بیلدش بگیرم. خب بریم ببینیم اینو چه کار میتونیم بکنیم. برای اینکه بتونی از روی این داکر فایل یه داکر ایمیج بسازی، لازمه که چیکار بکنی؟ لازمه که به خود داکر بگی آقای داکر، این داکر فایل من، برو از روش واسه من یه داکر ایمیج بساز. این سرور منه، روی یه لینوکس من این کارو میکنم. یعنی من روی یه لینوکس داکر رو نصب کردم. داکرم مثلا نصب کردنش کاری نداره، sudo apt install اینا رو دیگه انتظار دارم روی چه ویندوز میخواید این کار کنی، چه لینوکس یا چه مک بتونی این کار کنی. sudo apt docker، یه ذره اینترنت گفتم کنده، docker-c. حالا یا اینجوری نصب میکنیم که مال من نصب کاری بهش ندارم، یا برید سایت داکر رو باز کنید ببینید راههای دیگه داره برای نصب داکر یا نه. داکر رو نصب میکنیم، بعد یه سری دستور باید بهش بدیم. داکر اینا هم کامنداش رو براتون میذارم. خب ببین اینجا داره چیکار میکنه. میگه واسه من بیلد کن دشتی، اینا رو نمیدونم چیه، ولی اتفاقی که میفته بذار بگم دیگه، نمیدونم چیه. واسم بیلد میکنه دشتی، نمیدونم چی کار میکنه. اسم داکر ایمیجی که میسازم و برای من این میذاره بهداد 222 اسرش انرود استیکه، یه داکر ایمیج میسازه از این با این اسم. از روی کجا میسازه؟ این آدرسی که بهش دادم توی لینوکس دات، یعنی دایرکتوری پوشه فعلی. من الان اومدم تو پوشه انروید اسلش داکر ایمیج و میگم توی پوشه فعلی یه فایلی هست به اسم داکر فایل. اینو خودش میدونه دیگه، یعنی دنبال یه فایل داکر فایل میگه. میگم اون داکر فایلی که قراره تو ازش بسای من یه داکر ایمیج بسازی توی دایرکتوری فعلیه. حالا بابا به جای اینتر کنترل سی زد. خب اینو که بزنی میری میسازه، تموم شد. چرا؟ برای اینکه من این داکر ایمیج رو قبلا ساختم و واسه من هیچ کاری نمیکنه. میگه اوکی بیا این دونه دونه میگه چی کار کردم. بذار اینم یه ذره بزرگش کنم ببینیم میگه چی کار کردم. بذار اون بک‌گراندش هم یه کاری کنم که نبینی. بعد بیانم این بر یا اون بر بفتم بعد بزنم این. خب میاد واسه ما چیکار میکنه؟ دونه دونه میگه، میگه این دستورات اجرا که هم به اینترنت فلانه، این آرگومان رو تعریف میکنه، این انوایرمنت رو تعریف میکنه و این چیزا. چون با قبلی این هم اون دستور هست اونو که قبول را میکنه، چون هیچ تغییر با قبل نداشته میگه آقا آماده است. این تگ هم بهش زدیم به ازاد 222 اندرو ریسک لیتست، برو ازش استفاده کن. حالا برای اینکه ببینید چجور پیش میره، من میرم اون داکر فایلم و یه تغییر کوچیکی روش میدم که دونه دونه اینا رو پیش بریم. یه چیز دیگه هم بگم، اگر این خط بالا تغییر بدی، اتفاقی که میفته اینه که همه اینها رو یه بار دیگه واسه اجرا میکنه، چون نمیدونه این خطهای بالایی چه تغییری، چه تفاوتی روی این، چه تأثیری روی خطهای پایینی میذاره. ولی اگر بری روی این خط آخر به عنوان مثال تغییر بدی، این بالایی رو از رو همون کشی که داشته میره و فقط خط آخر رو واسه تغییر میده. پس اگر میخوای تست کنی تغییر هی میخوای بدی، اون تغییر رو بذار اون خطای آخر اگر میتونی، ها که مثلا هی نیاد همه این فرآیند رو سر تکرار کنه. من از اولش میرم یه تغییر کوچیکی میگم، مثلا میگم چی، مثلا میگم به جای نه، میگم علاوه بر اینها یه برنامه دیگه هم نصب کن، مثلا اچ تاپ رو هم برای من نصب کن برای فان. ذخیرش میکنم، برمیگردم عقب و یک بار دیگه اون دستور بالایی که بره از اون فایل داکر فایل واسه من یه داکر ایمیج بسازه رو اجرا میکنه. خب این اولیاش که چیز خاصی نبود ذخیره میکنه، اینجا داره کامند اپدیت آپدیت رو واسه من اجرا میکنه. این مجموع اپدیت آپدیت و اپدیت آپگرید
میاد برنامه هایی که در حال حاضر روی لینوکس من هست رو آپدیت میکنه، میره دونه دونه، اینو الان داره روی سرور من انجام میشه ها، میره دونه دونه دانلود میکنه، نصب میکنه، بعد اون برنامه هایی که بهش گفتم رو نصب میکنه، مثل گیت و مثل JDK و مثل اینا. الان رفت سراغ نصب جاوا 11. ساب میکنیم پیش بره. اینجا میره تو اون قسمت لایو، ولی امیدوارم چون چیز جدیدی کار خاصی نکردم نریم تو دیوار و قبلا هم تستش کردم زیاد طول نباید بکشه. خب همچنان در حال نصب جاوا است. خب و آپدیت همچنان داره میکنه، همجی میره. خب یه سری چیزا دان شد، میره سراغ استپ بعدی. استپ بعدی چیه؟ ساب میکنیم، همه چی هم به نظر خوب میرسه. خب الان میاد اون چیزایی که گفتم دانلود کنه، شامل گریدل بود و شامل الان گریدل رو دانلود میکنه، آنزیپش میکنه. گریدل دانلود شد، آنزیپ میشه و توی اون دایرکتوری /opt/gradle نصب میشه. اینجا الان داره چه دانلود میکنه؟ SDK اندروید. اندروید رو دانلود کرد، آنزیپش میکنه توی اون دایرکتوری که بهش گفته بودم. الان واسه ما چه اتفاقی افتاد؟ لینوکسمون آپدیت شد، جاوا روش نصب شد، گیت روش نصب شد، گریدل روش نصب شد، داره لینوکس رو نصب داره اندروید SDK رو نصب میکنه. خب استپ بعدی چیه؟ اینجا میاد اون فایل میاد SDK منیجر رو باز میکنه، یه آپدیتش میکنه، بعد اون ستایی که تو فایل package.txt بود رو اضافه کرد و اونها رو داره نصب میکنه توی SDK منیجر در حال حاضر. اینها این فایل package.txt رو اضافه کرد به SDK منیجر، خط به خط میده و بهش میگه آقا اینا رو واسه من نصب کن، که یادم نیست چیا بود دیگه، بیل تولز نمیدونم سی و فلان و فلان اینا. ای بابا این استوریج لینوکس من پر شد این وسط. استوریج لینوکس من پر شد این وسط چیکار کنم؟ اینا هم یاد بگیر دیگه. من الان یه سری ایمیج داشتم تست میکردم، یه سری ایمیج لینوکس دارم که اینا بی فایده است. میتونم لیست ایمیج هام رو بگیرم، اینها یه سری چیزای مختلفه، اینایی که لازم ندارم رو پاک میکنم. مثلا این داکر با RMI میتونم ایمیج هایی که لازم ندارم و آیدیشو بهش بدم پاک کنم دیگه. این اسپیس ندارم، اسپیس باید وسطش بزنیم. هیچ وقت لایو کار نکنه حتی اگر کمه، ولی خب من میخواستم اینو واسه تون اجرا کنم که ببینید در عمل چه اتفاقی میفته. حالا این دوتا رو پاک میکنم، امیدوارم که دیگه چیز دیگه ای نخواد. این رو هم بذار پاک کنم. چه یادم این اسپیس بودن، این دوتا اصلا این هم یکیش تک و یکیش یک هست. هیچ کدومش هم پاک نکرد. چرا؟ خب آه فکر کن ساخته میشه، چرا لایو بزنیم؟ آه ساخته نیم. بعد از اینکه داکر ایمیج شما ساخته شد، میاد اینجا بهت میگه، میگه که یه دونه داکر الان فکر کنی ساخته شده است دیگه، یه داکر ایمیجی داری با همون اسمی که بهش دادم، به.220/android/sdk.
که لیتست این. بعد از این الان کامندی که من 4 ساعت پیش دادم واسه من یه داکر ایمیج ساخته به این اسم. بعد از این حرکت شما باید بری و این داکر ایمیجی که ساختی و باید یه جایی بذاری که بشه جاهای مختلف ازش استفاده کرد. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه ما اینو کجا میخوایم؟ توی رانر گیت لب رو میخوایم. رانر گیت لب باید از یه جایی این داکر ایمیج رو دانلود کنه و ازش استفاده کنه. روش های مختلفی واسش هست. چیز دیفالت که هستش اینه که شما داکر ایمیج رو پوش میکنی، یعنی آپلودش میکنی توی داکر هاب و هر جایی که میخوای از داکر هاب پول میگیری داریش و ازش استفاده میکنی. وقتی هم یه بار پول بگیری اونجا میمونه و واسه دفعات بعد هم میتونی ازش استفاده میکنی. این فرآیند پول گرفتن هی تکرار نمیشه، یعنی هی لازم نیست این یکی دو سه گیگی که من دارم اون دانلود کنه، یه بار دانلود میکنه و دفعات بعدی ازش استفاده میکنه. پس لازم ما چیکار داریم، چیکار کنیم؟ بریم توی داکر هاب یه اکانت بسازیم. به جای داکر هاب تو ایران معمولا یه کارهای دیگه میکنن. داکر هاب واسه ما تحریمه، اگر بخوای ازش استفاده کنی باید از پراکسی استفاده کنی مثل اپودی یا شکن یا حالا پراکسی شخصی خودتون به داکر هاب ازش بسشی و ازش دانلود کنی. میشه یه سری از شرکت ها واسه خودشون داکر رجیستری دارن، میتونی حتی این داکر ایمیج رو ببری تو داکر رجیستری خودت یا شرکتت آپلود کنی که از مثلا داکر هابی که تحریم استفاده نکنی. من واسه خودم توی داکر هاب یه اکانت ساختم، این بهداد 220 منم مثل همه جا و اینم اون ایمیجی که ازش دارم، این انرول SDK من تا حالا 10000 رو دانلود شده. 10000 هم فکر نکنید خیلی معروفه ها، جاپایی که خودم تو شرکت های مختلف داشتم هی اینو پول گرفتن هی ازش استفاده کردن، 10000 بار تا حالا دانلود شده. این میشه 100000 بار، حالا هر چی که هست. 10K یعنی چی؟ هیچ کس عملی بهش استار نداده همونجور که میبینید. این مال جاپای خودم. میام و اینجا آپلودش میکنم. اگر الان مثلا نگاه کنیم اینها در طی سالیان مختلف اینم این اکتیویتی دیگه کسی ازش استفاده نمیکنه. از ورژن یک شروع شده و هی به دلایل مختلف تغییرش دادن بردن بالا و الان مثلا هی هر دفعه یه ورژن بردن بالا یه چیزیش تغییر دادم که بتونم ازش استفاده کنم. بعد از اینکه داکر ایمیج ساخته شد اینو پاک میکنیم، می‌بندیم، این رو هم می‌بندیم. بعد از اینکه داکر ایمیج ساخته شد باید بهش اون چیزی که گفتم با اسم بهداد SDK اینا بهداد 220 اندرویدی SDK اون اسمی که اونجا بهش دادی جلوی دشتی داش لیتست اینو الان ساخته. من میخوام یه تگ بهش بدم، این ورژنه، این 4 و 7 که می‌بینی بهش دادم. کامند تگ چی بود؟ بیا با این میگه آقا به این داکر ایمیجی که دادم بیا این اسمو بهش بده، این تگو بهش بده. میده. بعد از اینکه دادی باید پوشش کنه، یعنی الان این کارو که بکنی همینه، به همون ایمیج آیدی دو تا تگ داره، یه تگ لیتست یه تگ 4 و 7، سایزش اصلا یکیه دیگه همش. بعد از اینکه این کارو کردی باید بری پوش کنی داکرتو. یه کامندی داره داکر لاگین مثلا که میزنی با اون یوزر پسی که اونجا ساختی اینجا لاگین میکنی. بعد از اینکه لاگین کردی پوش میکنی چیو؟ این تگی که ساختی بهداد 220 رو 4 و 7 ورژنشه. الان من اگر اینجا میساختم اون تگی که داده بودم و تگ اینجا 4 و 8 رو میدادم یه ورژن جدید میذاشتم آپلود میکردم، پوش رو میزدی و این شروع میکنه دونه دونه واسه آپدیت میکنه، یعنی پوش میکنه رو داکرها. این هم چون قبلا پوش کردم سریع تموم شد، میگه همش از قبل وجود داره، اگر یه چند دقیقه طول میکشه دونه دونه اینا رو آپلود کنه. بعد از اینکه پوش کرد تموم شد شما این داکر ایمیجی که داری و دیگه میتونی همه جا ازش استفاده کنی. از جمله کجا؟ توی رانرهای گیت لبت برای اینکه بیای یه APK اندروید بسازی. خب پس ما الان چی داریم؟ یه دونه ایمیج داکر داریم که این یه لینوکسه برای ما. این ایمیج لینوکسمون رو میتونیم هر جای مختلفی که میخوایم ایمیج لینوکس هنش. یه داکر ایمیج داریم که این برای ما یه لینوکسه که اون پیش نیازهایی که میخوایم روش نصبه و میتونه برای ما یه پروژه اندرویدی رو بیلد بگیره. اندرویدی که بیلد تولزش C++ باشه، از گریدل
یک و چند بود، هفت و دو بود، چند بود، اون بتونه استفاده کنه و غیره و غیره. خب بریم سراغ گیت لبرانه. آقا این گیت لبرانه، این یه پروژه گیت لبیه روی گیت لب من، gitlab.com. دوباره اینم لینکشو واسه تون میذارم، میتونید برید ببینیم اینجور داستان. شما برای اینکه هر کامیتی که میکنی یا هر کاری که میکنی بتونه بره واسه یه کارهایی بکنه اینجا، باید یعنی میتونی بهش بگی واسه چه کاری اینا جاب هایی که در حال حاضر من نوشتم و اجرا میشه. خب برای اینکه تمرکزم بذار به دست بیارم چی میخوام بگم، برای اینکه این گیت شما بتونه بره به یک لینوکسی بگه یه کاری رو بکن، باید یه سری رانر داشته باشه. رانر ها رو باید واسش تعریف کنی. رانر چیه؟ رانر یه لینوکس، یه وی پی اس، حالا شاید هم رو ویندوز هم بتونه اجرا شه. یه ماشینه، یه کامپیوتره که میتونه واسه ما این کارا رو انجام بده. ما به گیت لب معرفیش میکنیم، این آقا گیت لب این رانره، برو اون کارهایی که میخوای بکنه روی این کامپیوتر انجام بده. این رانر رو باید میای اینجا تو سettings CSD، احتمالاً اگر مثلا پرمیژن فول یا نمیدونم ادمنستریتور یا همچین چیزایی نداشته باشید اینا رو ندارید. اگر میخواید باشه بردارید، بعد برید به اون کسی که پرمیژن اینا رو تعریف کنه، بگید که یه پرمیژنی بهتون بده که بتونید مثلا این قسمت‌های CSD هم ببینید. خب اینجا قسمت رانراشه. منم نرفتم مقاله چیزی بخونم و همین داکای اینجا رو خوندم، اینا رو یاد گرفتم. خیلی داکیومنت خوبی هم داره. میگه چی؟ میگه که این لینک رو من ندیده بودم، با اینکه امروز چکش کرده بودم. این کل اون داکیومنتیه که مربوط به گیت لب سی آی سی دیه. اینا رو بخونی، از اینکه رانر چجوری نصب کنی، از اینکه خودمون کانفیگش رو چجوری بیانشید، اینا اینجا هست. یه سری توضیحات داره که تو لینوکس میتونی چیکار بکنی، تو ویندوز و مک او اس و اینجا داستان ها. حالا واسهش کاری نداریم. اینجا یه چیزی بود که مهم بود، ولی بهش کار نمیم. یه پرانتز باز میکنم اینا رو بتونیم. خب حالا نوشته اگر روی gitlab.com کار بکنی، gitlab.com واسه یه سری پروژه ها یه سری رانر ملت اومدن اینجا رجیستر کردن. یعنی در حالت عادی شما میتونی که پروژه‌ای که روی gitlab داری رو بدی به این رانرها و واسه اجرا کنه. داره میگه این مثلا شیر رانر اینا رو مک او اس و رو فلان و اینجور داستان. ولی اگر روی گیت اختصاصی شرکت خودتون باشید به اینا دسترسی نداری. اینا میتونی خاموش روشنش کنی، میتونی بگی روی این پروژه‌ای که من دارم از این شید رانر را استفاده کن یا نکن. 24 تا شید رانر در حال حاضر هست که این هایی که سبز کار میکنه، این هایی که چیزه یه مشکلی داره الان در حال حاضر وصل نیست و کار نمیکنه اما رجیستر شده. خب اینجا اینو که باز کنی نوشته چجوری میتونی یه دونه رانر اضافه کنی. یه سری توضیحات داده. رانر را میتونی به شیوهای مختلف اضافه کنی، میتونی همچنان روی لینوکس و مک و اینجور چیزا نصبش کنی، میتونی کانتینری یعنی با داکر یا کوبرنیتیز یا بقیه اوپن شیفت و اینا کار کنی. اینا هم یه سری چیزای دیگه است که کار نداریم اگه دیوآپساتون با اینا ورمیره، ولی ما به عنوان یه برنامه نویس آماتور اندرویدی من فقط با این کار کردم. زیزا بزرگ کنم بتونید ببینید، خیلی بزرگ شد. من فقط با این کار کردم و فقط با این کار کردم. این رو لینوکس نصبش میکنه، این دوباره میاد از داکر روی لینوکس نصبش میکنه. از این راضی نبودم به چه دلیل، یه ذره کند بود، کرنگ بود، یعنی مثلا من پوش میکردم دو دقیقه بعد جابو برمیداشت. حالا من یا یه جایی کانفیگم اشتباه بوده یا حالا هر چیز دیگه ای که بوده، با این اینجوری نبود. از داکر روی لینوکسش مشکل داشت. در نتیجه من دیگه نرفتم سراغ این، اینم کارم رو خوبی راه مینداخت. کاری که من باش کردم اینه، میان یه دونه گیت لب رانر رو توی داکری که روی لینوکس نصبه دوباره نصبش میکنیم. خب اینجا توضیح داده، همینو کپی میکنی اونجا میذاری. میگی چی؟ میگی که آقا
بیا واسه من یه گیت لب رانر بساز، اسم اون ایمیج داکر، اسم اون بذارینم یه توضیح بدم. تو داکر ما یه داکر ایمیج داریم که این چیه؟ این مثل یه سی دی خام میمونه. این داکر ایمیج تو ور میداره، ازش یه کانتینر میسازه. این کانتینر یه ویرچوال ماشینی که روی لینوکس تو اجرا میشه در حالا اون موقع. چی شد پس؟ داکر یه این داکر ایمیج داره که الان دیدیم به عنوان مثال چجوری میسازیمش. از این داکر ایمیج میتونه n تا کانتینر بسازه و هر کدومش یه اسم بدی. این کانتینر دیگه اجران تو سیستم شما اجرا میشه و میتونی بگی واسه یه کاری بکنه، چه میدونم بیاد بره بیل بگیره، فلان کار بکنه، فلان کار بگیره بکنه. تو میتونی توی لینوکس توی یه اگه یه پیس قوی داشته باشی، حتی میتونی چند تا رانر بهش اضافه کنی که همزمان مثلا روی اون وی پی اس چند تا پروژه اندرویدی رو با هم یه بیل بگیری. یا نه یه سری وی پی اس ضعیف داشته باشی، سه تا چهار تا، به هر کدومش یه رانر باشه. اینجا ما میخوایم چیکار کنیم؟ یه کانتینر بسازیم به اسم گیت لب رانر که میگه همیشه ریستارتش کن و حالا اینا رو بهش کار کنم، کانفیگش رو داره بهش میده و اینا تنظیمات خودشه، من بلد نیستم کارم نمه. از چه چیزی؟ از این ایمیج، ایمیج گیت لب، گیت لب داش رانر لیتست. در واقع چی میشه؟ یه داکر ایمیج گیت لب رانر داریم که وقتی جاب ما بیلد میشه میره اون داکر ایمیج بهداد 222 اسلش ننم چی چی اس کی رو دانلود میکنه، تو خودش یه داکر کانتینر دیگه بالا میاره، داکر تو داکر میشه و اون با سم پروژه اندرویدیمون رو بیلد میگیره. پس ما الان داریم روی لینوکسمون با این کامند یه داکر کانتینر نصب میکنیم. اینا کامندش رو دیدید دیگه چه شکلی بود؟ داکر ران، اون رانه همینه، میگه بیا یه رانه برای من اجرا کن، داکر ران. نه این که میگه آقا داری یه اسم قبل از این داری بلا بذار ببینم اگه مثلا اسمش رو عوض کنم. بیا یه دونه صاف یه داکر کانتینر جدید ساخت. اگر ps-a بگیرم به من نشون میده اینا داکرهایی که رو سیستم من رانه. میگه یه دونه گیت لب رانر یک داری، یه گیت لب رانر دیگه داری و این چیزا. اما توجه داشته باشید اینا عملا دوتا رانر رو سیستم من اجرا نشده. برای اینکه کانفیگش رو جدا کنیم پرانتز رو اینجا بذار واسط باز کنم. منم بلد نیستم، از دیوابس هم یه دفعه اومد واسه من این کارو کرد، یه 5 دقیقه وقتش رو در اختیار ما قرار داد و گفت. بعد برای اینکه اگر روی یه لینوکس میخوای چند تا داکر ران، گیت لب رانر بسازی، باید بیای این فایل کانفیگر رو فکر کنم تغییرش بدی و اون چیزی که اینجا نوشته بود اینا. من بلد نیستم، توش نمیرم و اینا دیگه چیزهایی که من طالب باشه کار نکردم. مثلا لینوکس رانه با این تلفظش نمیدونم چی میشه. اینا یه تنظیمات مختصری میداد و مثلا یه 1-2-3 گذاشته بود که آقا من 3 تا رانر میخوام روی همین لینوکس اجرا کنم. چیکار کرد؟ خب آره اینجا درسته که الان داره به من میگه 2 تا رانر داره، یه گیت لب رانر، یه گیت لب رانر 1، ولی اینا واقعا 2 تا نیست، یه چیزای دیگه ای هم هست. حالا کاری بهش نداری. میای الان چیکار میکنی؟ یه رانر روی لینوکست داری، این تو سرور منه که اسمش هم بهداده، یه جای دنیا هست حالا هر چی که هست یه جای دنیا هست و واسه من یه گیت لب رانر روشه. بعد از این باید بیای روی این ریپوزیتوری گیتی که داری گیت لب رانر تو رجیستر کنی. یعنی چی؟ یعنی که اوکی من یه رانر دارم ولی این که نمیدونه دارمش، باید بیای رجیستر کنی و بهش بگی که دارم. اینم به چه صورته؟ کامندش الان میبینیم که چه جوری رجیستر میکنه. یه توضیح بدم، ما سه نوع میتونیم یه رانر رو رجیستر کنیم تو گیت لب. میتونیم به پروژه اضافهش کنیم، خب یعنی این رانر مخصوص این پروژه است که اینی که الان اینجا میبینی
این رانری که همونجا دیدیدش من به پروژه خودم اضافه کردم. میتونی اینجوری اضافهش کنی، میتونی به گروپ اضافه کنی. تو گیت لب ما یه سری گروپ داریم، اگر خوش کار کرده باشید. چجوری میتونم گروپ های گیت لب هم ببینم؟ میتونم این پروژه این زیر رو نبینی چجوری؟ حالا نمیدونم گروه. آها اینجاست. چه گروه هایی دارم؟ هیچ گروهی ندارم. خب مثلا بذاری توضیح بدم. اولد پروژکت یه گروه دارم. خب یه توضیح بدم. مثلا ما تو گیت های گیت لب های شرکتمون یه گروه میسازم با عنوان اندروید دیولوپر و همه اندروید دیولوپر همونو با اون پروژه اضافه میکنه و پروژه اندرویدیمونو میبینه. یه گروه داریم واسه بک اند دیولوپر، یه گروه آی او اس، یه گروه فرانت اند. اینا پروژه های مربوط به خودشونو میبینن، پروژه های دیگر رو نمیبینن. شما میتونی رانر رو به گروه اضافه کنی و اون رانر میتونه تمامی پروژه جاب هایی که تو هر کدوم از پروژه های اون گروه ها اضافه میشه رو اجرا کنه. البته یه تیک هم داره. پس چی؟ رانر رو میتونی به یه پروژه خاص اضافه کنی، میتونی به گروه اضافه کنی، میتونی به کل اون گیت شرکتتون اضافه کنی. خب که اولی و دومی جزء این شیرد هان، یعنی اینکه میای اینجا میری توی اینجا این رانرهایی که اینجا میبینید چی هن؟ اینا رانرهایی هن که به gitlab.com اضافه شدن. توی گیت شرکت شما اگه از gitlab اضافه کنی میتونی رانرات رو اینجا اضافه کنی، پروژه بکندت هم بره بیلد بگیره. خب حالا اینجا الان من میخوام یه رانر رو به همین پروژه خاص خودم اضافه کنم. اینجا نوشته که چجوری میتونی رجیستر کنی. کجا بودیم؟ یه کنترل F میزنیم رجیستر. بعد از اینکه رانر تو این شکلی نصب کردی، حالا بیا رجیسترش کن تو گیت لب که با این کامند واسه ما رجیستر میکنه. خب مرحله اول دو تا روش هم داکتر ولیوم نمیدونم چیه. ببخشید این لوکال اینجاست، اینو میزنی، اینو کپی میکنی. این فرق این دو تا نمیدونم چیه. اینجا احتمالاً توضیحی داده و کاری باشه نداره. کامند رو میزنی. اگر این کار کرد برید این، اگر این کار کرد برید این، یا بخونید ببینید اینجا چی نمیشه، ببینید چه خبر. بعد میگه چی؟ میگه بعد از اینکه اینو بپرسی استپ به استپ ازت سوال میپرسه. میگه یو آر ال گیت لب تو بزن. میای اینجا و اینو کپی میکنی میندازی اونجا. بعدش میگه چی؟ میگه بیا توکنت رو بزن. اینو کپی میکنی و اونجا میندازی. بعدش میگه یه دسکریپشن بساز، بگو آقا این مثلا بهداد رانره. بعد میگه چی؟ بعد میگه که تگ بزن. میتونی تگ های مختلف بزن. این تگ ها رو جلوتر بگم، الان بگم. به پروژه مختلفت میتونی تگ های مختلف به دلایل مختلف بزنی. به رانر مثلا میتونی به یه رانر تگ اندروید بزنی، بگی روی این من مثلا اسکی اندروید دارم، اون جاب هایی که تگ اندروید دارم بیان روی این نصب شن. یا نه میتونی بگی این رانر من یه رانر که از لحاظ امنیتی کنترل شده، اگر میخوای بری بیلد ریلیز بگیری بیا فقط بیلد ریلیزی که تگ ریلیز داره فقط اجازه داره روی این رانری که از لحاظ امنیتی اوکی هست بیلدش گرفته شه، یا به دلایل مختلف. شما به رانرت میتونی تگ بدی که تگ که جاب های خاصی رو اجرا کنه. تگش رو بهش میدی. بعد میای اینجا میگی که اگزیکیوترش چی باشه، میگی داکر باشه. بعد یه دونه ایمیج دیفالت بهش میدی که این ایمیج دیفالت ها رو چیزه، مثلا میتونیم آلپاین بهش بدیم، یا آلپاین یه داکر ایمیج خیلی سبک و کوچولو و مختصریه. قبلا نوشته بود که دیفالت آلپاین بده ولی الان نمیدونم چرا نمیدونمش. خب اینم بریم بزنیم دیگه. کامندش چی بود؟ داکر ران. خب این
این همونیه که اونجا نوشته بود، کپی میکنیم میایم اینجا میذاریم. میگه از این، میگه این میره یه کامندی که اونجا هست رو اگزیکیوت میکنه، حالا با این کانفیگ ها اونجا داستان ها، این داکر کانتینر ما، این گیت لب رانری که اینجا داشتیم، این رو برمیداره و این دستور رو روش اجرا میکنه. هر کدوم از این آپشن یه کاری میکنه، من اصلا کاری ندارم چیه، نمیدونم. اون مرحله به مرحله ها رو اینجا نوشته. اینا که من بخوام دونه دونه اینا رو بهتون میگم اضافه کاریه، شاید نباید بگم، ولی خب داریم میریم دیگه. بیا اینو اینجا میزنی، بعد میای اینو میزنی، اینا رو من بعدا بعد برم این رجیستر رو بکنم، ریست رجیستر توکن رو بزنم برای اینکه بعدا نتونید بیاید با من چتینی بکنید. میگه یه دسکریپشن بساز، مثلا من میگم آقا این بهداده، او سرور بهداد. میگه که یه تگ بساز، میگم که آقا این اندرویده مثلا. میگه که اگزیکیوترش چی باشه، گفتم داکر اونجا نمیشه بود. میتونیم اینا هم میتونیم بدی کاستوم و کوبرنتیز و اینا رو من نمیدونم چیه، اون دوابساتون بلدن، ما از همینی که این گفته بیم آلپاین دو نقطه لیتست این هم بهش میگیم. میگه که وجود داره یه همچین چیزه، حالا اگر اینو بهش بدیم میره جلوتر رو اجرا میکنه. الان بذار ببینیم اضافه کرد با وجود اینکه گفتش تکراریه نه. خب اومد اضافه کرد ولی میگه کانکت نیست، احتمالا چون به این وصله، به این وصل نمیشه، یه چیزی هست. این رانری هم که قبلا من اجرا کرده بودم و الان دوباره اجراش میکنم، اینا این رانر قبلا اضافه کرده بودم که اسمش گذاشته بودم HER و سرور هرتزنرمه. اینم بهدادی که الان دیدی تگ انروید به این داده بودم، این تگ سلف داده بودم، این همونه که اونجا نوشته بودی. یه توضیح مختصری اینجا بدم، یا هم خودتون برید میشه، من دارم بهش میگم که میتونه را جاب هایی که تگ ندارن رو اجرا کنه. شما الزامن همه تگات و همه جاب هاتو بهش تگ نمیدی، اینا رو بعدا توضیح میدی. میگیم که اکتیو، میگه فقط برنچ هایی که پروتکتد هست رو اجرا کنه، نمیخوام. میگه که لاکش روی این پروژه، میگم که نمیخوام و اینجور داستان ها. یه سری کارهای دیگه هم میتونی باش بروری. این هم آی پی سرور منه، میاد دید اصلا میکنید احتمالا. خب این از این، ما رانرمون اضافه شد. رانرمون که اضافه بشه دیگه میتونه بیاد این پایپلاین رو برداره. این رانر من رمش کمه، نمیتونه یه جاوا اندروید بیل بگیره. در نتیجه من میام اینجا و فعلا پازش میکنم، میام و رانرم نمیخوام کار کنه، هم این رو پاز جفتش اجرا شد. یه زنگا طول کشیده بود که کانکت شه، نمیدونم شاید این یکی رو پاز بکنم اون یکی هم چون یکیه از کار بیفته، یه اتفاقی اینجوری شد. خب حتی پازورانش که به این رفت داره اونجا بودن، نمیدونم بس شد دیگه، خوشحال باشه. خب از اونجا که رم سرور من کمه، نمیتونه یه دونه پروژه اندروید رو بیلد بگیره، من اینا رو پاس کردم و از این شید رانر ها اضافه من استفاده میکنم. یه توضیح هم بدم، رانر هایی که ما استفاده میکردیم SSC بودن، 4 گیگ رم داشتن و CPUش 2 کور 3 کور اینا بود کار میکرد. یه رانر دیگه هم داشتیم که یه VPS دیگه هم داشتیم که قوی تر بود، 12 گیگ رم داشت، CPUش 8 کور بود و روی این 3 تا رانر داشتیم، هم جفتش هم خوب بود. و برید به اون دوابستون بگید که و بره ببینید که توی چه جور VPSی اون یه بنفیتی هست بین هزینه و اون جابت که طول میکشه و چقدر جاب داری که میخواد اجرا کنه و اینجور داستان ها. خب این موضوعاتی بود که من امروز میخواستم بگم، ولی یه پلم جلوتر میریم، یه چیزهایی که از جلسات بعدی میخواییم بگیم رو میگم که حداقل این رو هوا نمونه اینجا که بعدش چی شد. یه جاب مختصر رو بذاری اجرا کنیم. بعد از که رانره تو اضافه کردی میتونی بیای اینجا یه دایره، یه فایل باید بسازی به اسم gitlab-ci-yaml
که میتونی اینو عوضش کنی یا بگی من یه جای دیگه میذارم، یه پت دیگه میذارم، این اینو قابل کانفیگ کردن، اینجا هم واسات میارتش. میتونی بیای و اینجا جاب هاتو تعریف کنی. من یه سری جاب که قرار بیام ارائه بدم و گفتم اینجا نوشتم، یه سری دیگه هم هنوز نگفتم. یکی از این جابهایی که کوچیکه رو الان بهتون میگم چجوریه. خب این ایمیج چیه؟ این ایمیج همونیه که توی داکرها بهش معرفی کردم. در حالت دیفالت هر ایمیجی که بذاری رو داکر هابو میتونه بره پول بگیره. اگر رو داکر رجیستری خودت میذاری یه جور دیگه باید بدی، یو آر هم اولش باید بذاری و یه همچین چیزایی، برید نگاه بکنید یاد بگیرید. خب این همون هم 4 و 7 آخرین ورژنی که گذاشتم اونجا. اوه یه چیزی یادم رفت بهتون بگم، یادم باشه بهتون بگم آخرش. اینا رو کار بهش نداریم، اینا مربوط به جاب هایی که در آینده بهتون میگم. خب قبل از اینکه هر کاری بکنی میتونه واسه تو بیفور اسکریپت یه سری کارا بکنه. واسه من یه فایل اینفو میسازه و اینا رو میندازه توش. اینا کامندای لینوکسیه، میگه بنداز تو اینفو، میگه تاریخو بگو، بگو رو کدوم برنش داری کار میکنی، کام بگو کدوم کامیته، رو کدوم پایپلاین آیدیه و پایپلاین سورست چیه. یه چیزی میسازه، الان میریم نمونش هم میریم. خب قبل از هر اسکریپت، هر جابی که من داشته باشم، این واسه هم اجرا میشه. چند تا استیج مختلف داریم، بهش کاری نداریم. الان من فقط یه جاب تو استیج بیلد میگم. مثلا من اینجا گفتم بعد از اینکه مرج شد یه استیج دارم، استاتیک آنالایز هم یه استیج، بیلد هم یه استیج، تست هم یه استیج، پروداکشن هم یه استیج، پابلش هم یه استیج، حالا اینا کاری نداره. این یه جاب دیگه است که واسه آپدیت ریلیز نوت، بعدم بهتون میگیم. اینا استاتیک آنالایزا، کتلینت بعدم میگیم، دیتکت بعدم میگیم، لینت بعدم میگیم، چک استای بعدم، اسپات باگ بعدم، پی ام بی بعد. خب آقا من توی این پروژه هم برای نمونه دو تا بیلد دارم، یه بیلد ممبر، یه بیلد ادمین. ادمینم فعلا ولش کن، یه اینو امروز بهتون میگم. شما برای اینکه ببینی این رانر و اینات کار کرد همشو در نهایت، لازم این کار رو بکنی. بیای ایمیجت این بالا بگی، بیفور اسکریپت اگر لازم چیزی بنویسی بنویسی، استیجت رو تعریف کنی که ما فعلا فقط استیج بیلدمون رو کار داریم، بعد بیای و یه جاب تعریف کنی. اینجا الان یه جاب دارم تعریف کنم، دارم میگم اسم جاب هم بیلد ممبره توی استیج بیلد و اسکریپتش برای اینکه این کارو بکنه اینه. نمیام از گردل دبلیو دان استفاده کنم، اون گردل دبلیو نقطه اسلش گردل دبلیو میاد گردل واسه من دانلود میکنه، من دیگه نمیخوام اون کارو کنم، نصبش کردم دیگه، تو داکر ایمیج هم هست. میام از همونی که نصب کردم، چجوری هم همجوری خالی میشناسه، پتم آپدیت کرده بودم، این پتی که اینجا بود اگر اینو نذارم گردل خالیو بزنم اون نمیشناسه، بعد بزنم اسلش اوپیتی اسلش گردل اسلش گردل دارم چیچی اسلش بین. ولی از اونجایی که پتم آپدیت کردم، فایلی که تو این اسلش بین باشه رو واسه من میاره. یکی از اون فایل ها چیه؟ اونه که قابلیت اجرایی داره، اگزیکیوتیبل هم گردله. میگم گردل اپ دو نقطه اسمبل ممبر دیباگ. توی این پروژه هم من یه فلیور ممبر دارم، یه فلیور ادمین دارم که میتونید به پروژه رو ببینید. یه بیلد تایپ دیباگ دارم، یه بیلد تایپ ریلیز دارم، اسمبل هم که اسمبل دیگه. خروجی این چیه؟ یه APK واسه من میسازه. APK کجا میسازه؟ تو اپ بیلد آوتپوت APK ممبر که اسم فلیور همه، دیباگ که بیلد تایپ همه، هرچی که اینجا هست رو موو هم کامند لینوکسیه. موو یعنی موو دیگه، کات کردن ویندوزه. موو کن بنداز تو دایرکتوری فعلی، روت فعلی. بعد از اینکه موو کردی اینا آرتیفکت همه، میگم خروجی اینجا به من چیه؟ هر چیزی توی دایرکتوری فعلی که با APK تموم میشه و اون info.txt که اون بالا ساختمش، اینو به عنوان خروجی جابم به هم میده. الان میتونیم بریم ببینیم اینجا به ما اجراشه چی کار میکنه. اینا این استاتیک آنالایزامه، بذار اینو بازش کنم. الان من این پایپلاین ها رو دارم، البته اون آپدیت ریلیز نوت هم اینجا نیست چون مرج ریکوست رو مرج نکرده.
این استاتیک آنالایز است که بعدا بهتون میگه. حالا یه سری هم اضافه میشه دیگه اگر من تنبل نباشم و زحمت بکشم. حالا یه سریش هم دوستام میاد بمونم اینجا، یه چند تا پایپلاین دیگه هم اضافه کنم که بیلد ممبر کردم بهتون توضیح دادم، بازش میکنیم دونه دونه ببینیم چی کار کرده دیگه. اینو چجوری میشه دات رفت تو این هم باید بره تو کنه. خب اوکی، خط به خط بخونیمش ببینیم چی کار کرده دیگه. میگه آقا توضیح داره میگه فلان توی این کاری نداریم، داره میگه رو کدوم رانر داره اجرا میکنه، این نمیدونم چیه، داره میره از این ایمیج داکری که گذاشتم استفاده میکنه، پولش میکنه از داکرها، هر کدومش هم میگه زمانش چیه. اگر شما بیاید روی داکر رانری که رو سرور شخصی خودتون گذاشتید اینو یه بار پول میکنه و دیگه دفعه بعدی این 59 ثانیه طول نمیکشه، 2 ثانیه طول میکشه چون کش میکنه. ولی از اونجایی که این یه شید رانره که هی اینو پول میکنه پاک میکنه پول میکنه پاک میکنه، چون باید رو همه پروژه‌ای که بیگ کلاب هستن اجرا شه دیگه، هی پاک میکنه بعد هر دفعه در اینجا بدون کش میاد پول میگیره، اینو پولش میکنه، بعد این وایر مثلا اینا میسازه، این 3 ثانیه طول کشیده، اینجا 2 ثانیه طول کشیده، داره کارهای مختلف میکنه. چیکار میکنه؟ ساب ماژول و این چیزا نمیدونم چیکار داره میکنه. چیز کرد، پروژه ما رو پول گرفت، ساب ماژول اگر داشتش اسکیپ کرده، ساب ماژول نداشتیم. آرتیفکت، شما میتونی یه جابی رو داشته باشی آرتیفکت ها این خروجی اینو بدی به جاب بعدی، ما این جابمون آرتیفکت خاصی نداشته. میگه دیتکت چیه اینو بذار بهت نشون بده، بذار حتی شبم نباید توضیح بدم. ببین تا اینجا ما دوتا استیج داشتیم دیگه، هر کدوم از اینا میتونه یه سری آرتیفکت داشته باشه که بده به استیج بعدی، از این استیج بده به استیج بعدی. دونه دونه میگه آقا تو استیج قبلی من آرتیفکت خاصی نداشتم، میگذره تموم میشه، بعد میاد تو اون مرحله که میخواد اسکریپت ما رو اجرا کنه. اینا چیه؟ اینا بیفور اسکریپته که گفتم یه فایل info.txt میسازم، اینا رو میریزم توش، میریزم اونجا، بعدش میاد وارد اون مرحله ای که میخواد اسکریپت رو اجرا میکنه، این خود اسکریپته که گریدل اسمبل نمیدونم چی چیه، میدونه اجرا میکنه اون گریدل 72 که نصب کرده بودیم رو اجرا میکنه، میاد اینا کارهای خودشه مربوط به بیلد دیگه، بیلد میکنه. بعد از اینکه بیلد کرد میگه آقا ساکسسفول بیلد شد، وقتی که بیلد باشه ما انتظار داریم که توی اینجا APK واسه ما ساخته باشه، موو میکنیم این دزیم که دایرکتوری فعلی، بعد این شروع میکنه که آرتیفکت ها رو آپلود کنه که نگرشون داره، میگه یه APK پیدا کردن و آپلودش میکنه، یه اینفو هم پیدا کرده info.txt که این رو هم پرام چیز میکنه. اگر هر کدوم از اینا به ارور بخوره جواب ما دیگه اوکی نمیشه، ارور میده و اینجوری هم تیک سبز نمیخوره، تیک قرمز میخوره. مثلا من اینجا نگاه کن، این جواب های قبلی من به ارور خورده بود یه سریش. حالا استیت های مختلفی هم داره، مثلا اگه بری پایین تر این اونجایی که ریلیز نوتم رو داشتم آپدیت میکردم که تست کنم، اینجا ریلیز نوتم هم چیزو. اگرم به ایرور بخوره این استیج بعدی نمیره. حالا اینا دونه دونه سعی میکنیم بگیم بعد. بعد حالا آرتیفکتاتو میتونی ببینی، میتونی بگی نگرش دار تو، چون اوتوماتیک بعد از یه مدتی بکنم پاک میشه که تو تنظیماتش یه جایی هست، میتونی دانلودش کنی که زیپش رو بهت میده، همه آرتیفکت ها رو زیپ میکنه بهت میده. میتونی بری اینجا و ببینی چیا رو داری، یه info.txt داری دانلودش کن، بازش کن، بزرگش میکنم. این ها میگه آقا تو چه تاریخ این کار کردی، رو کدوم برنج، کامیتت چی بوده. چرا اینا داپلیکیته یه جا سوتی داد، میگه که پایپلاینت چی بوده و چه اتفاقی افتاده که سورس پایپلاینت چی بوده، پوش کردم، گاهی اوقات میتونی مرج کردن باشه، هر دفعه میتونی یه چیزی باشه. خب این رو هم میبندیم.
این هم APK مونه که واسمون ساخته، که میتونی بری اینجا دانلودش کنی یا هر کاری که میخوای بکنی. این یه جاب مختصر بود که بدین آقا نتیجه این کارهایی که کردیم چی میتونه باشه و تموم شد واسه امروز. یک ساعت و نیم. سوال دارید بپرسید، اگر هم سوال ندارید جمع کنید بریم دیگه. خب آقا جلسه بعدی کیه و کی و چی میگیم؟ ما نمیدونیم دیگه، بذار ببینیم چی میشه. احتمالا جلسه بعدی رو یه ایرور دارم میبینم. یه یوتیوب رسید اینا با اینترنت هم احتمالا داره داستان میشه، بافر اون بندازه کافی نیست. خب امیدوارم که این لحظه تا آخرم داشته باشیم. بعد بپرسیم اون یکی دوستمون که قراره بیاد ارائه بده یه سری چیزا و با تمرکز روی چی میخواد بیاد بگه؟ روی گیت هاب اکشن، موین اسمش، یه سری چیزا رو آماده کرده. مالا اون آماده است، اون به اندازه من تنبل نیست، میاد یه توضیحاتی بهتون میده موین جون و احتمالاً یک یا دو جلسه با موین خواهید بود. بعد من بعد تنگ کنم و ببینم که بقیه چیکار میخوام کنم. یه سری از این استاتیک آنالایزری که الان آماده هست رو موین میگه، دیگه لازم نیست من بگم، ولی خب اسکریپتش اینجا هست، میتونید ببینید که گیت لب رانرم چجوریه. موین هم میاد گیت هاب اکشنش رو میگه، بعد من میام فلوی کاریمون رو توضیح میدم که چجوری با این کار میکنه. احتمالاً بعد از استاتیک یه چیزی هم بگم، من نتونستم XML استاتیک آنالایزر واسه XML حداقل 6 ماه پیش که دنبالش میدم داشتم اینا رو پیدا کنم پیدا نکردم که رایگان باشه و بتونم اینجا بگم. سید غیر رایگانش معرفی کرده بود. اگر پیدا کردید استاتیک آنالایزر واسه XML بگی که اضافه کنید. اگر کسی با این استاتیک آنالایزرها کانفیگاشو خوشگل مشکل بلده که یه چیز خوب و آماده داشته باشه که به درد بخوره، بیاد توضیح بده آقا مثلا دیتکت این ماژولش به این درد میخوره، چک استایل این ماژولش به این درد میخوره و بیاد یه ارائه اصلا واسه اونا داشته باشه. من از کانفیگای دیفالتش استفاده کردم که اگرم رفتم تو دیوار مثلا خودم یه تغییر دادم، نرفتم کانفیگ هامو کامل بخونم که این به دردم میخوره این به دردم نمیخوره اینجوری. یه چیزی که نیاز داشتیم رو بهش اضافه کردم و کانفیگای دیفالت رو گذاشتم برای این ارارها. بعدم نمیدی که بیاد اونا رو کامل بگه، هرچی که استاتیک آنالایز داریم لینک تو اینا هم هست. بعد بیلد ها رو میگیم، این که بیلد دیباگ و ادمین و ریلیز و اینا رو داشته باشید رو میگیم. فرایند آپدیت ریلیز نوتمون رو میگیم که وابسته به اینه که با گیت چجوری کار میکنیم. پابلیش رو گوگل پلی رو میگیم، پابلیش روی چنل اینترنال گوگل پلی رو میگیم و شاید یه وری هم با چنل دیباگ و ایناش بریم، این که با چنل اینترنال چجوری میتونی کار کنی رو میگیم، مثلا چی هست شاید خیلیتون ندونی. و یه چیزی هم داره فایر بیس که اگر مثلا رو گوگل پلی نباشی از اینترنال نخواهی استفاده کنی، میتونی از اون یادم رفت اسمش چیه، از اون داستان فایر بیس استفاده کنی. احتمالا موین اون رو میگه. یه حرکتی رو میزنه که بتونی ای پی کی تو رو تلگرام آپلود کنی. بعد اوه یه چیزی که میخواستم بگم گفتم آخرش یادم بندازید بگم و نگفتم، الان بگم. بعد احتمالا پابلیش روی بینتری که تعطیل شد، پابلیش رو بینتری اون پس هم دو سال پیش بگم که دیگه نمیتونم بگم، نمیگم. بعد دیگه چی؟ این که با ماژول های مختلف، مثلا پروژهتون یه ماژول نیست، چند تا ماژول یا چند تا پروژه دارید که به هم وابسته است، شاید بیایم بگیم. بعد حالا همین دیگه، اگر هست بعد برم لیستاشو در بیارم ببینم در طول این 3-4 سال من توی کدوم شرکت، منم شرکت زیاد هست کنم، تو کدوم شرکت تو چه دیواری رفتم و اون مشکل رو چجوری حل کردم. سعیم به اینه که بیام همشو بگم. چیزی که یادم رفته بود بهتون بگم، آقا یه داکر ایمیج، شما ممکنه که پروژهتون پروژه های متفاوتی باشه، یعنی فقط این نباشه که یه دونه اندرویدی باشه. من توی یکی از شرکت ها پروژه ها اصلا با سه همین نرفتم از داکر ایمیج های دیفالت استفاده کنم، پروژه همون چیزهای مختلفی داشت. ببین مثلا توی
اجازه بده. نه اینه، توی این شرکت که من قبلا توش کار میکردم 3 سال پیش ساخته بود. خب هنوز از اون توی جسف چهار استفاده میکنم. توی این شرکت عرض کنم خدمتتون که ما یه پروژه ساده اندروید داشتیم، ولی چیزهای دیگه ای هم داشتیم. مثل چی؟ مثل پروژه هایی که مربوط به ریاکت نیتیو، پروژه هایی که مربوط به کوردوواست، پروژه هایی که مربوط به این یکی چیه که با فلات فلاتر با فلاتر آها فلاتر اسمشیه، ایناست. در نتیجه من مجبورم یه داکر ایمیج بزرگتر بسازم. بیاید اینم یه نگاه بکنیم ببینیم چه خبر. خط به خطش که آقا اینجا مینتینرش تپسل اورگن، بعد گرادر ورژنش اینا از 6.7.1 دارن استفاده میکنن در حال حاضر، استیک تولزشون اینه. فلاتر رو هم اینجا اضافه کرده، از این نسخه فلاتر میخواد استفاده کنه. بقیهش اینجا دارید میبینید چیه، این چیه؟ نود. ما برای اینکه ریاکت نیتیو رو بتونیم بیلد کنیم لازمه که نود جی اس رو سیستم رو نصبه. پس علاوه بر نصب گیت و این دو داستانا، نود رو هم باید نصب کنیم. دیگه چی؟ دیگه اینکه اینو نمیدونم چرا اضافهش کردن، اینو من اضافه نکردم، یه جایی رفتن تو دیوار مجبور شدن اینو اضافه کنم، من نمیدونم کار برده این چیه. خب که اینجا هم دوباره اومده این کار رو کرده، من نمیدونم چیه، ایگنور میکنم. میفهمی؟ خب میاد دوباره گریدل رو دانلود میکنه، میاد آنزیپش میکنه، میاد اندروید رو دانلود میکنه، علاوه بر اندروید میاد فلاتر رو دانلود میکنه، میندازتش تو فلانجا. اینجا ما آنزیپ میکردیم چون اینا که دانلود میکرد زیپ بود. این فلاتر رو بخوای دانلود کنی تر دات ایکس زده، در نتیجه با آنزیپ نمیتونی آنزیپش کنی، با تر میای اکسترکتش میکنی. چرم یه ابزاری مثل آنزیپ و اینجا داستان هاست، بعد پاکش میکنه. بعد این هم مثل همون که نمیدونستم واسه چیه، یه سر میده به استیکی منیجر، همون کارهای قبلیش رو داره میکنه. NPM رو میگه کوردوبا رو واسه من نصب کن، بعد CI پابلیش رو هم میگه واسه من چیز کن. این CI پابلیش چی بود؟ برای اینکه ما یه لایبرری ریاکت نیتیوی داشتیم، NPMی داشتیم، این لایبرری NPM فرایند پابلیش شدنش توی NPM با CI پابلیش بود، یعنی پابلیشمون اونجا اتوماتیک بود. اینا رو هم شاید بیام بگم آقا چجوری میتونی یه دونه مثلا لایبرری NPM رو با CICD اوتوماتیک پابلیشش کنی بره اونجا. پروژه هاش هم یه سریاش اوپن سورس ها. یعنی شما اگر برید توی تپسل اورگ اکثرش هم من ساختم، فکر نکنم چیزی جدید تر از من ساخته باشن. اینا رو که این نگاه بکنی سامپل هاش، ای بابا چرا این شد؟ خب یکی این وسط تو تلگرام به من زنگ زد، آزاده نیست عزیز. خب اینا رو ببینید هست کارهای اوپن سورسش، شاید هم واسه همش من راه حل بهینه نداشته باشم، حالا یه سری هم شاید بچه ها اضافه کرده باشن، کاری ندارم. کجا بودیم؟ اینجا سی آی پابلیش باسه اون بود، آپدیت یه چیزی تو ام پی ام کوردوا رو نصب میکرد برای اینکه بتونی پروژه کوردوای بیلد بگیری. بعد دات نت برای احتمالا همین فلان .NET برای یونیتیه، برای اینکه ما بتونیم بیلد های یونیتی بگیریم. آره آیا خب احتمالا برای یونیتی بوده. پتش هم دوباره آپدیت میکرد که فلاتر اینا توش باشه. خب این مثلا یه چیز دیگه است، میخوام بهتون بگم که آقا اگر پروژهتون اندروید خالی نیست، بالاخره تو داری روی سیستم خودت بیلدش میکنی. وقتی روی سیستم خودت بیلد باشه، اگر لینوکسی باشه احتمالا میتونی بیار روی داکر هم اجراش بکنی، یعنی این سی آی سی دی میتونی واسه فلاتر را بندازی، واسه ریاکت نیتیو را بندازی، واسه کوردوا و یونیتی و اینجور چیزهای مختلف دیگه هم اگر دوست داری راش بندازی. محدود نماشید به اینجا.
یه چیزاش هم هست که مثلا این سمپل پروژه ها رو ببینید، میتونید ببینید که آقا ما یه پروژه ریاکت نیتیو رو چجوری مثلا اومدیم سی آی سی دی شو راه انداختیم. البته این سمپل پروژه هست، پروژه اصلی که تو ریپوزیتوری اصلی شرکت بود نیست، یه سریاشو راه انداخته بودم، یه سریاش هم رو ریپوزیتوری لوگ. حالا برید ببینید چی پیدا میکنید دیگه، بچه هم شاید بعد از من یه کاری کرده باشه. اینم اون یکی چیزی که میخواستم بگم. و خب در نتیجه چون یه چیز جدیدی گفتم، ای بابا تصویر خودت داریم، صفحه شیر نیست، این پس بسه همین زنگ زده بود. خب آقای اسد تو چرا به من زنگ نزدی؟ به یکی دیگه به من زنگ زد. این زنگ چیز من فکر کردم یک کسی دیگه. بذار صف کن، توی ویدیویی که میخوام اونجا بذارم شاید درستش کرد. خب اینجاست، یه بار یه مختصر میرم پایین خطایی که فهم کرد. کدوم خطش فهم کرد؟ اینه، اون نیست، نه اینه نیست، اینه فلاتر ورژنش رو اضافه کرده، میاد علاوه بر اون چیزی که نصب میکرد. این چیه؟ نود رو هم نصب میکنه. اینا رو نمیدونستم چیه، این زبون و UTF-8 و اینا رو بچی نمیدونم اضافه کردن، یه مشکلی خوردن احتمالا. بعد دونه دونه اینجا فلاتر رو هم میومد دانلود میکرد علاوه بر گریدل و اندروید و اینا. بعد میاد سی آی پابلیش رو برای این اضافه کرده بودیم، هم کوردوا رو نصب میکنه هم سی آی پابلیش رو با کمک npm. npm رو این بالا نصبش کردیم دیگه، وگرنه اینجا کامند npm رو نمیشناخت. ریاکت نیتیو هم نصب میکنه. آها یه چیزی هم بهتون بگم آقا، یه جاهایی من یه باگای دیدم، طبیعتا باید بشه این ریاکت نیتیو رو همزمان با اینها نصب کرد توی یه کامند، ولی نمیشد. اگر جدا جدا میزدم کار میکرد، ولی اگه با هم میزدم کار نمیکرد. این مشکل برای جاوا هم بود. یه زمانی من مجبور شدم که این جاوا رو جدا بیام روی یه کامند ران دیگه ای نصب کنم. اگر میمدم اینجا میذاشتم ارور میداد، کار نمیکرد. بعد که اومدم جدا گذاشتم کار میکرد. بعد مثلا انگار باگش رو فیکس کردن، این جاوا رو میتونی اینجا بذاری، ولی npm نه. این ریاکت نیتیو تا روز آخری که من اونجا بودم رو اگر اینا رو با هم میزدی کار نمیکرد. نمیدونم چرا، شاید هم من بلد نبودم. بعد اینم که برای دات نت و یونیتی و اینجور داستانا، پتش هم که بیشتر آپدیت کرده که دارت و اینها رو هم بشناسه. این از این. اینم این پروژه های دیگه است. بیاید توی ریپوزیتوریاش ببینید آقا سمپل پروژه هایی که یه سیزریاشو چقدر کارا کردم. یه بعد بیت قدیمی تر احتمال، حالا نمیدونم بچه ها اپدیت کردن یا نه، مثلا ببینید واسه کدومش سی آی سی دی اضافه کردیم اگر دوست داشتید. ببینید اینجا چه جوری اضافه کردیم، یا مثلا واسه پابلش روی ام پی ام آیا یادم نیست توی اینجا بود یا ریپوزیتوری پرایوت شرکت، یه سرش اضافه کرده بودم، میدونم تو پابلش بود. دیگه چی دیگه؟ آیا چیزی بود که روی اسکرینم بهتون نگفتم؟ نه چیزی مونده بچه ها که بخوام بهتون بگم؟ یه دقیقه یه زمان داریم. الان ساعت 7:44 دقیقه است، 7:45 دقیقه اگه سالی نباشه خدافزی میکنم. خب بزنیم اون سال باشنم، من سال باشنم، ضبط هم میشه خانم کمالی فر. بله بعدا نسخه تدوینش تو یوتیوب گذاشته میشه جواب داده. ویدیو یکی از کسایی بودی که خیلی پیگیر بود، اصلا یکی از انگیزه های من که بیام این قرار بدم ویدیو بود. خب 30 ثانیه دیگه وقت داریم که یه سوال بپرسیم. چیزی که یادم نرفته بگیم. خب زمانمون تموم شد. حله بچه ها.
من عرض کنم بهتون که خوش بگذره، امیدوارم مفید باشه. چیزی خواستید بگید اضافه کنیم، خودتون میتونستید بگید چیزی بگید یا ایده ای داشتید که خوب با ستون کار کرده بیاید بگید ارائه و اینجور داستانا رو، و امیدوارم که در نهایت خوش بگذره و موفق باشیم. استاپ میکنم، خدافظ.